بنام نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام تقدیم میکنم خدمت شما بیننده های عزیز هموطن های گلم در هر گوشه که هستین هر گوشه دنیا که زندگی میکنین زندگی خوب خوش را داشته باشین با امید است که جور و صحت و سلامت و کنار تلویزیون هایتان نشسته بیننده برنامه ما باشین خب حزای دل این ای بارم البته به فرمایش شما عزیزا غذای خدا در برنامه گرفتیم که می خواهیم که بادمجان شکمپور برای شما آماده کنم که البته سبزیجات هیچ گوشت نداره دوست عزیز کسایی که گوشت را خوش ندارن پس بینید برنامه ما باشین و تا پایان برنامه ببینین طرز تکیه بادمجان شکمپور که امروز از بادمجان سیا آماده می البته خب بادمجان که استفاده میکنیم البته سی عدد دوستا کاملا پاکی را شستیم عدد استفاده میکنیم و رومی دو سیزی یا بادنجان رومی سی عدد استفاده میکنیم مرچ دلمه یک عدد پیاز هم یک عدد سیر دو دندانه مرچ تون یک عدد کچولو استفاده میکنیم یک دو دوستا و از مرچ سیام مقدار لازم استفاده میکنیم نمک مقدار لازم استفاده میکنیم تخم گشنیز یک قاشق زرچوبه یک قاشق از رب همچنان استفاده میکنیم یک قاشق خیلی ساده است طریقه آماده کردنش و ما هم خواستیم که شیوه خلاص برای شما دوست عزیز آماده کنم تا بتونین شما هم از این آماده کنین در برنامه خب دوست عزیز در ابتدا پیش از که البته بادنجان سرخ کنیم حرارت روشن میکنیم مواد داخلش آماده میکنیم یک مقدار روغن داخل کرایی اضافه میکنیم بله خب روغن اضافه کردیم پیاز داریم یک عدد پیاز خرد خرد میسازیم پیاز خرد خرد میسازیم دوستا به خاطر از اینکه با کچالو و مرچ دلمه مرچ تون سیر یک ذائقه بسیار خوب بته برای داخل بادنجانی که ما فرم میکنیم و چون بادنجان سیاه فصلش است میتونین که دوست عزیز از این انواع اقسام غذاهای خوب خوب و خوشمزه آماده بکنین واقعا که البته همین غذایی که آماده میکنیم خیلی خوشمزه است پیاز هم دوستا داخل دیک اضافه می کنیم داخل امی کرایی سایز است. پیازه که یک عدد پیازه خرد خرد ساخته خب دو دندانم سیر داریم سیر هم خرد خرد می سازیم سیر هم دوستای عزیز دو دندانه بالای پیاز اضافه میکنیم خب کچالو را پاک شستیم کچالو را هم پوست میکنیم خب کچالو را هم دوست عزیز پوست کردیم می میخواییم یک بار آبکش کنیم خب کچالو را بعد از سی که پوست کردیم خرد خرد می سازیم بالای پیاز اضافه ایش بکنیم دوستا کچالو را هم خرد خرد کرده به شکل چار کنج ای را هم اضافه میکنیم بله کچولو را هم خورد خورد ساختیم دوستا کچولو رو اضافه کردیم ایم دوستا عزیز یعنی تمام مواداش به شکل یخنی واره سرخش نمی کنیم خب کچولو رو به تقیبش یک دن یک عدد ببخشین دوستا عزیز که مرچ داریم مرچ هم اضافه می کنیم به کرایی که کچالو را اضافه کردیم خب دوستا پیاز اضافه کردیم به تقیبش سیره بعدش کچالو و به تقیبش مرچه اضافه کردیم حرارت تخمپزی دیگه که بالای حرارت مانده میره هم دوست عزیز روشن کردیم و و بادنجان سیاره البته به این قسمت اینایش کمک امی پوستک که در پایین قسمت چوبکش قرار داره این دور میسازیم به این شکل و بادنجان دوست عزیز البته فقط یک اندازه پوستشه ازش میگیریم و یک قسمتش میمانیم به این شکل بله دیدین دوست عزیز که ما فقط یک قسمت از پوستش گرفتیم ما یک قسمت از پوستش ماندیم یک مقدار روغن اضافه میکنیم و در روغن بسیار کم البته مقدار یک قاشق یا دو قاشق دوسا روغن اضافه میکنیم فقط تخم پزی باید چرب شوه و ما هم بادنجان به می شکل پوست کرده داخل حرارت میمونیم میشه که سرخ شوه وقتی زمانی که سرخش کردین خوب پشت پلو میکنیم دوست عزیز تا کاملا باید سرخ شوه خب تا زمانی که بادنجان سیاره به میشکل شکل عزیز آماده میکنیم و ما هم یک عدد مرش دلمه دارم ایره هم ریزه میکنم زود برمیگردیم با ما باشید. مواد لازم بادنجان شکمپر، بادنجان سیاه سه عدد کچولو یک عدد پیاز یک عدد سیر دو دندانه مرچ دلمه یک عدد مرچ تند یک عدد رب یک قاشق زرد چوبه یک قاشق تخم گشنیز یک قاشق بادنجان رومی سه عدد مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن به مقدار لازم بازم خوش آمدین به ادامه برنامه اگر میخواین کمیشه صحتمند باشین تازه و شاداب باشین پس در جریان روز آب بیشتر بنوشین خب دو عزیز بانجان بادنجان سیا البته آماده شدم و ایره هم از داخل توخمپزی یا کرایی دو عزیز بیرونش میکنیم ببینین به این اندازه باید یک کمک سرخ شود تا نرم شوه یک اندازه و بعد از او باز را از وسط نصف میکنیم و داخلش مواد پر میکنیم و یا همچنان به این شب چاک میسازیم خب ببینیم که کچالو چطور دوست عزیز در کجا رسیده یعنی تا کدام حد پخته شده کچالو هم آماده است و و ما مرچ دلمه اضافه میکنم بالایش خب زرچوبه امروی تخم گشنیز دوست عزیز ایره هم اضافه می کنیم البته یک قاشق زرچوبه و همچنان یک قاشق از تخمه گشنیز خب رب هم دوست عزیز البته یک قاشق دوستا استفاده می کنیم مرچ سیاه مقدار لازم نمک هم دوست عزیز مقدار که نیاز داریم اضافه میکنیم برش خب بادنجان رومی داریم دوست عزیز سیر هم القلق الق می سازیم یک کمک دبلتر بله به این شکل خب دوستا بادنجان رومی را که به شکل القلقه ساختیم این را بر روی تخمپازی میشانیم و حرارت مواد هم خاموش میکنیم بله به اندازه که کفایت میکنه دوستا حالا بادم جان را که دوست عزیز سرخ کرده ره به شکل کار بسیار تا پایین یعنی فشار نمیتیم فقط تا نیمه دوست عزیز که فقط بین بادم سیاه کمک باز شوه و ما بتوانیم که خوب مواد جا به بسازیم داخلش ببینین با نوک کارت هندک فشار میتیم دوستا زیاد البته نمیخواییم که نوک کارت پایین بره به خاطر ازی که باز زیاد تا پایین البته که مکمل بادنجان از نست بین میره و موادش باز بیرون میشه ایره میتونین دوست عزیز که از وسط هم یعنی دو نصفش بعد از او بینشه با قاشق یا پنجه یک اندازه به شکل کاسه بسازین و مواد داخلش جابجا کنین و بگذارین شه به داش یا به روی تخمپزی که یا کرایی که میخواین دمش بدین خب دوستا مواد آماده است و را زمانی که البته داغ نباشه زیاد می خواهیم که مواد جابجا کنیم، کنین از مواد به داخلش جا میکنیم. می کنیم به این شکل دوستا آیستا ایستا با پشت قاشق کمک فشار می شه تا که خوب مواد به داخلش جا بجا شوه بله حالا ایرا دو به می شکل بر روی بادنجان رومی که به داخل کرایی چندیم قرار میتیم دیگیش دیگه شدو که می بینش داغ است با قاشق میتونیم که به این شکل دوستا البته برای مواد جای پیدا کنید تا مواد به خوبی داخلش جابجا جا شوه بله دوست عزیز تمام مواد یعنی هر که بادمجان سیاه باشه شما به با این شکل می که ایره جا به جا بسازین خب یک عدد دیگه هم مونده دوست عزیز به میشکل شکل پر میکنیم و روی تخم پذیر اصلا کدام روغن دیگه نمیزنیم چون بادمجان سیاه داخل روغن که سرخ شده و موادی که روغن داره یه هم روغن داره روغن خود بعد از سرخ شدن یعنی وقتی زمان که تفت میخوره اعلام میکنه یک عدد دیگر هم پر میکنیم بعد از او سرپوش را میمونیم در رات بسیار کم به مدت ده دقیقه و 15 دقیقه دو در بسیار کم دم میتیم و غذای ما آماده میشه تا زمانی که غذای ما هم آماده میشه رفته برگشت بسیار کوتاه دوباره برمیگردیم با ما باشیم مواد لازم بادنجان شکمپار بادنجان سیاه سه عدد کچلو یک عدد پیاز یک عدد سیر دو دندانه مرچ دلمه یک عدد مرچ تند یک عدد رب یک قاشق زرد چوبه یک قاشق تخم گشنیز یک قاشق بادنجان رومی سه عدد مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن به مقدار لازم زنده و سلامت باشین که تویدن بیننده برنامه ما بودین و با ما همراه بودین تشکر غذای ما هم آماده شده خدا کنه طریقه آماده کردن بادمجان شکمپوره دیده باشین و یاد گرفته باشین یاد خود دارین دوست عزیز که گپ من سر شما بد نخورم ولی به که همیشه گفتیم مختلف عمل بکنیم یعنی طریقه های نو را یاد بگیریم در قسمت پخت پس و همیشه یک نواخت نباشیم قسم که امروز ما کردیم تاریخی بسیار ساده دوست عزیز و ما هم را خاموش کردیم ببینید بادنجان های رومی که در پایان قرار دادیم جلوگیری از سوختن بادنجان سیاه کرده و در ضمنش خوب نرم شده ولی با شکل خود باقی مانده که انشالا او را هم یک اندازه دوست عزیز یعنی به بشقاب میکشیم خب بله میخواییم که یک عدد شد دوست عزیز به بشقاب بکشیم بشخوااب اینجا هم نزدیک دست خود قرار می تیم و بله خب از بادنجان نرم شده هم دوست عزیز ببینین که اصلا هیچ نسوخته کاملا شکل بسیار خوب را به خود گرفته دوسا اینجا در بغلش قرار میتیم خب از ماست یا چکه دوست عزیز اگر دوست داشتین شما میتونید که استفاده بکنین البته بخاطر ازی که خوشمزه میسازش دوست عزیز خب یک مقدار از برگای گشنیز هم دوست عزیز میگیریم به خاطر اینکه که خوبتر معلوم شود استفاده میکنیم خب بازم اه تشکر اه سلامت باشین که دوست عزیز بیندی برنامه بودین کار ما هم تمام شد و ما هم البته دسکشا را میکشیم خب عجزایی که خواهش البته بادون جانش شکمپور است ما کردن مدینه جان از شهر جلال آباد گفته که سلام خدمت شما خدمت کارکنان برنامه شما به تعریف از برنامه کردن گفته میشه برنامه شما را تعقیب میکنم غذای بسیار خوب و عالی آز سلامت باشین تشکر همه غذاها به خاص شما هموطنان عزیز است و گفته که اگر در یک برنامه خود بادنجان شکم پر آماده بکنین فیروزه از ولایت بدخشان سلام فرستاده و در ضمن خواهش بادنجان شکمپور از ما کردن خالده قریشی از دارلمان کابل سلام فرستاده بر ما برای پرودیسر و دایرکتر برنامه و در ضمن گفته که اگر بادنجان شکمپور هست بادنجان سیا گفته آماده کنین بسیار خوب است شبانه جان از پل خمری سلام فرستاده و در ضمن بسیار تعریف از برنامه کردن علیکم السلام. سلام سلام های ما را هم پذیرا باشین مینه منگل از ولایت ننگرهار گفته که سلام خدمت شما و خدمت تمام کارکنان برنامه شما برنامه شما بسیار عالی است و همیشه موفق باشین و گفته که همونطور طور غذاهای خوب و خوشمزه آماده کنین زنده و سلامت باشین و مینه هم از ما خواسته که البته بادمجان جان پر گفته در برنامه آماده بکنین بازم سلامت باشین از اینکه که خوب میفرستین تعریف توصیف از برنامه میکنین برنامه برنامه خود شماست دوستا و ما هم کوشش میکنیم که از یوم کده برنامه های خوبتر و جالبتر که بخواست شما پیش برد تقدیم شما عزیزا بکنم سلامت باشین که همراهی ما کردین باز هم دوست عزیز منتظر نظریات خوب شما در صفحه فیسبوک برنامه هستم و همچنان میتونین از طریق شماره تماس برنامه ما که هست سفر افصاده هفت، تماس بگیرین و ما در خدمت شما عزیزا هستیم آن چی را که دوست دارین غذایی را که دوست دارین دوست عزیز با ما شریک بسازین یعنی مشکلی که در قسمت طرز تهیه و یا پختش دارین با ما شریک بسازین ما دوباره امور بر شما دوست عزیز با معرفی میگیریم تا در قسمت طرز پختن امو غذا که مشکل دارین مشکل شما حل شود و یا همچنان اگر میخواین معلومات درباره فواید ویتامین ها و سبزیجات فواید گوشت فواید حبوبات میخواستین این هم شما میتونین با ما شریک بسازین با ما هم از این طریق برنامه پیوین با پس بر شما معلومات شما را پس دوباره ارائه کرده و بر شما معلومات انشالله خواهد داده و همیشه کوشش میکنه برنامه بیبین با پس غذاهایی را که مناسب شما فامیلای محترم است برای شما تقدیم بکنه البته به خواست خود شما دوستای عزیز و غذاهایی را آماده میکنیم که اقتصاد هر خانواده بتونه ایر ایجاب بکنه کمو غذا را آماده بکنه بازم سلامت باشین دوست عزیز که با ما بودین و تشکر از اینکه بینیده برنامه ما بودین همیشه برنامه را تقیب میکنین پیام میفرستین و تماس میگیرین تا یکی از برنامه دیگه که با هم در خدمت قرار میگیرم بر شما خوشی های زیاد آرزو میکنم در پناه خدا باشین تا دیدار بعد